درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 15 از ماه اوت یا آگست، در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمتون هستم. در واقع میشه 10 دقیقه کم هست ساعت ما. و سال هاست که محور اصلی سخن ما استدلال عقلی است و دوری جستن از مغالطات. امروز هم در باب شک صحبت میکنیم. تشکیک، چه مایه تشکیک مهم هست. اجازه فرمایید از دادهای زرتشت برای شما یک سرود بخوانم. اینا قدیم ترینه سرودهای ایرانی هستند. هیچ ادعایی در اینها نیست. من از پیش خدا آمدم شما را رهبری کنم. هر کس با من نباشد من سرش را میبرم. هر کس که جز ما نباشد کافر است و نجس. از اینجور زورگویی هایی که فقط از بیابانهای خشک و زندگی خشن و محیط فقیر اینا برمیخیزد، در گفتار زرتشت بزرگ شما مطلقاً و ابداً پیدا نمی‌کنید. همه این سرودها به صورت سوال هست. سوال می‌کند از اهورامزدا، ادعا نمی‌کند و خنجر شمشیری در کار نیست و نجس خواندن آدم‌ها در کار نیست. می‌گوید پروردگارا در پرتو فروغ مینوی یا مینویی به ما چه خواهی بخشید؟ آیا اون سعادتی که در پرتو راستی و پاکی به دست می آید و به همه وعده شده کدام است؟ در مورد دانایان چه فرمانی داده شده است؟ ای خداوند خرد، مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و با گفتار الهام بخش خود مرا روشن نما تا همه مردم را به آیین راستی ارشاد کنم. به 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 به. خب این از اوستا، گادها. می رویم داستان بی اندازه زیبا از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما می خوانم. از اون چه در کرامت صوفیان گفتند و زهد اونها و خیشتنداری، این به همه اونها میارزد. زیباترینش رو سعدی انتخاب کرد. میگوید شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید. بایزید بسطامی، سلطان العرفا بایزید، در اوج در واقع درخشش تصوف ما بایزید رو داریم. ابوالحسن خرقانی، اینها بسیار بسیار اهمیت داشتن. رفتارشون و کردارشون اینها معیار شده است. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر. رفته بود بایزید و حمام کرده بود و لباس تمیز پوشیده بود سحرگاه عید و می آمد. یه بابایی هم از اون بالا یک تشت خاکستری رو خالی کرد تو سر بایزید. همی گفت جولیده دستار و موی. این بایستی همی رفت باشد، همی رفت جولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. منتهای حلم رو اینجا بایزید نشان داده. خاکستر که به سرش ریختن گفت من در خور آتشم، لایق آتشم. خاکستر که چیزی نیست. بزرگان نکردند در خود نگاه. اینا بزرگان معرفت رو میگه ها.
بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. کسی که خودشو فقط دوست داره هیچ کس رو دوست نداره. این یادمون باشه. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. به گردن فتد سرکش تند خوی، بلندیت باید بلندی مجوی. گرت جاه باید مکن چون خسان، به چشم حقارت نگه در کسان. گمان کی برد مردم هوشمند، که در سرگرانی که در سرگرانی است قدر بلند. از این نام برتر محلی مجوی، که خوانند خلقت پسندید خود. خب نصایح درخشان شیخ اجل رو هم کنار میگذاریم. یک دوستی سوال کرده بودن ایمیلی و سوال که آقا این بیت سعدی به چه معنی است؟ ما با تو ایم و با تو نیم، اینت بلعجب در حلقه ایم، با تو و چون حلقه بر دریم. یکی از زیباترین غزلهای شیخ هست این غزل، یکی از عاشقانه های بی نظیر هست. بگذار تا مقابل روی تو بگذری، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. این خاک رو به دو معنی گرفته است. خاک اول در واقع منظور کمیت است، خاک دوم منظور کیفیت است. میگوید گفتی که عاشقان من تعدادشون از خاک هم بیشتر هستن، چون فراوان‌ترین چیز خاک هست. میگوید از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. اینجا سعدی باید معنی رو دگرگون کرده، یعنی به لحاظ ارزش در مقابل تو ما از خاک کمتریم. ترک من پرده برانداز که هندوی تو هم. بله بله. میگه سعدی، بعد بیت بعد، سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندون فتادند که ما سید لاغریم. ما با توییم و با تو نیم، اینت بلعجب در حلقه ایم، با تو و چون حلقه برداریم. حلقه اول به وجه استعاری است، حلقه دوستان، یعنی جمع دوستان، دوستان تراز اول که انسان با اونها می نشیند. و حلقه دوم به معنی حقیقی حلقه است. ما با توییم و با تو نیم، اینت بلعجب در حلقه ایم، با تو بود چون حلقه برداریم. یه عجب روزگاری است، بسیار بلعجب است که ما در حلقه دوستداران تو هستیم، جز دوستداران تو هستیم، اما مثل حلقه در که بیرونه، آویزونه به بیرون، اونجا جای ما اونجاست، ما راه نمیابیم در کنار تو باشیم. ما با توییم و با تو نیم، اینت بلعجب در حلقه ایم، با تو و چون حلقه برداریم. خب از این هم میگذاریم. خدمت شما عرض میکنم که المپیک در جریان هست. جمعه شب من یک مطلبی گفتم راجع به آقای علیرضا افتخاری، خواننده معروف، و این که با احمدی نژاد دست داده بود و قوقا شد و نزدیک بود ما اعدامش کنیم و به دارش بکشیم و پسر مادرش رو زدیم و دخترش رو کتک زدیم و چه کردیم و اینا، از این کارهای فرومایه.
بسیار کردیم و عرض من این بود که آقا حالا یک بزرگواری هم بفرمایید، شاید شرط ادب رو به جای آورده اینها و نمیباسی این کارها میشد در حق این هنرمند. و بعد شنیدیم که یک وزنه برداری در 85 کیلو به نام عرض می شود که کیانوش رستمی اهل کرمانشاه مدال طلا برده و ضمن تقدیر از خامنه ای مدال خود را تقدیم شهدای مدافع حرم کرده. خب این آقا پیدا زورش خیلی زیاده، چون وزنه رو بلند کرده و از همه سنگینتر بلند کرده و پیداست عقلی نداره. خوبی پیداست عقلش کمه. اگه این آدم عقل داشت اول میفهمید که این بازیست، گیمه، بازیست. و زیبایی المپیک در این است که آدم ها از اقصانقات گیتی جمع میشوند و تداخل میکنند به لحاظ فرهنگی و فکری و یک اتفاق و اتحاد انسانی به وجود میاد و زیباییش در این هست، در اخلاق هست، وگرنه کل قضیه خب گیم، بازیه، بازی بازیست. و من فهمیده ترین آدم ها رو در کشورهای مختلف که تماشا میکنم فوتبال و اینها، آمریکایی‌ها رو دیدم که بیشترین پول ها رو برای ورزش خرج میکنن، دنبال ورزشکاراشون میرن از این تیم، از این شهر به اون شهر اینا. اما اگر ازشون بپرسی میگه بله مهم هست، اما this is just a game. این چاقو کشی نداره، سر و صدا نداره، سنگ پرت کردن نداره، this is just a game. یه گفتم آقا که عقل نداره، اگه این عقل داشت این مدالش رو به ملت تقدیم میکرد. این آقا اگر موضع تاریخی خودش رو میفهمید میبایستی فکر آیندهش، فکر نامش هم میکرد. از ستمکاران، آدمکشان، از چاقوکشان تجلیل نمیکرد. شهدای مدافع حرم کدام است؟ اگه منظورتون اون پاسداران است که اینا برای آدم کشی و برای کشتن آدم ها و کمک به آدم کش که اون اسد باشد که به سوریه رفتن و کشته شدن، که اینها که تجلیل ندارن، اینها رو باید تقبیح کرد. اگه این آقا عقل درستی داشت نگاه میکرد به تاریخ، چرا غلام رضا تختی در دل مردم نشسته؟ به چه دلیل؟ به خاطر اون مدال‌های نبود که تختی برد. یعنی یک طلای المپیک برد تختی و یک نقره المپیک و مدال‌های دیگر هم البته. و در هال آف فیم کشتیگیران بزرگ رو اونجا نامشون هست، نام تختی در اونجا هست، البته تعداد دیگر هم هستن، حبیبی هم هست، آقای موحد هم هست اینها. اما تختی یک سر یک گردن که سهل است، خیلی خیلی بالاتر از همه ورزشکارا می نشینه به واسطه مهری که به مردم نشان داد و فتوتی که در وجود او بود و نفس نیکی که او داشت و مردانگی که او داشت، اینها باعث شد که تختی به صورت اسطوره در بیاد. اگه او هم میرفت، تختی رو کشتن، مستقیم نکشتن ها، یعنی مأمور دولت نرفت تختی رو بکشه، کشتوندندش. تنها کاری که تختی بلد بود ورزش بود، محرومش کردن. از ورود به سالن های ورزشی تختی رو ممنوع کردن. رفت پیش بلور، گفت آقای حیب الله بلور، تو میدانی من فقط این کار بلدم، کار دیگه بلد نیستم. گفت دستور از بالاست که شما رو هیچ را ندید. فقط به خاطر این میگه که مهری که به مردم نشون داده بود و در بازگشت از یکی از سفرها که اگر خطا نکنم ممکن است ژاپن بوده باشه، مطمئن نیستم، آمد گفت آقا من در جبهه ملی عضو هستم، جبهه ملی دوم، و از پیروان نهضت ملی بود. به خاطر همین اون چنان حلقه زندگی رو بر او تنگ کردن که مجبور شد خودش رو بکشه.
یه وقت هست آدم به میل خودش میکشه، یه وقت هست شرایط رو طوری بر آدم تنگ میکنن که مجبور خودکشی کنه. اما تختی فراموش شدنی نیست، به واسطه صفاتی که داشت نه به خاطر زور زیادی که داشت. این آقام خب عقلش کم، کسی که مدال بگیره. من رفتم نگاه کردم رکورددار رو دیدم، آقا ما در تمام المپیک ها که از سال 1948 ما در شرکت کردیم تا به امروز ما 17 مدال طلا بردیم. یه بابای اومده مایکل فلپس به تنهایی 23 تا طلا برده. یعنی اگه این خودش یه کشوری محسوب بود مقامش چهارم پنجم پایین تر نمیره. 23 طلا این آقا در این المپیک هایی که شرکت کرده برده. حالا 31 سالشه، ازش خواستن که 4 سال دیگه هم باز بیاد، گفت نه دیگه این آخر کار بود. من تعداد مدال های برنز و نقره‌اش حساب نکردم، 23 طلا برده. 23 طلا در واقع یعنی 6 طلا بیشتر از کشور ما برده. این همه تیم فرستادیم. بله آقای مایکل فلپس. بنابراین این عرض کنم که این آقا لابد یک عرض کنم که سری در توبره آخوندها دارد. ضمن این که ما خوشحالیم که طلا برده، به هر حال نام ایران رو برکشیده، اما از خامنه ای چه تقدیری داری بکنی؟ بله بون آقا، آمریکا در این المپیکا 1000 طلا برده، یکیشت به جیسس کرایست ما ندیم بگم اینو تقدیم کردیم به جیسس کرایست، ما نشنیدیم. حالا میریم با 1000 بدبختی و اینا یه مدالی میگیریم. این حضرت سامن الائمه، آقا سعادت سامن الائمه به اندازه کافی خورد و برد، ثروتمندترین آدم این سامن الائمه است. یه طلای تو رو میخواد چه کنه؟ حضرت سامن الائمه اینو تقدیم میکنیم به مالک اشتر، اونم میدیم به علی اصغر. طوری شده که خود ما رو فراموش کردیم. بله یه بابای دیگه هم به نام سهراب مرادی مدال طلا برده، خب درود بر ایشون. یکی هم از این اهالی مصر به نام اسلام و شهابی جودوکار 34 ساله مصری با یک اسرائیلی مسابقه داشته و شکست خورده و مناسک لازم رو به جای واسه تعظیم میکرد، مثل که جودو بوده، یکی ورزش شرقی بوده، پشتش کرده و رفته. گفتن آقا چرا چنین گرفته؟ من بدم میاد از اینا و به خاطر همین هم تعظیم نکرده. حالا به هر حال آدم بیعقل همه جا هست. خب من خیلی سفارش کردم شما عزیزان که اگر وقت ندارید حالا تاریخ ایران پیشکش شما، حداقل از مشروطه به این سو به دقت یک نگاهی بکنید به تاریخ مملکت. تا ما این تاریخ رو نشناسیم حرفامون بیهوده است. این چیزایی که ما هوایی میشنویم از افواه خلق الله اینها به در نمیخورن. حقایق رو در کتابهای خوب باسی اگر با این مستلزم گذاشتن وقت هست، تمرکز هست، دقت هست، مقابله هست تا معلوم بشود که حقایق چه بوده. وقتی یک عبارتی از شما صادر میشه دو سه نفری که میشنن میگن آها این آقا سری در کتاب داشته. و خوشبختانه دوست فاضل بزرگوار ما آقای حسین وصال 3 جلد کتاب منتشر کردن که این تاریخ معاصر ایرانه. با دقت تمام عرض کنم که از در واقع قاجاریه شروع کرده ایشون تا انقلاب 57. این در واقع مجلد اول هست،
اینم تصویر خود آقای وصال است. ایشون فرهنگی بودن، مدرس و معلم بودن، بسیار بسیار وجود نازنینی هستن، ایران دوست، شخصیت ملی، و یک کتاب هم در باب مرحوم دکتر مصدق منتشر کردن بعد از اون لاتایلاتی که گفته شد. و من خوندم این کتاب، حقیقتاً به لحاظ کلیت و جامعیت و صحت مطالب بسیار بسیار کتاب خوبی است. تصاویر زیبا هم در اینجا هست، بسیاری اسناد را همیشون آورده. آقای حسین وصال، تاریخ معاصر ایران از قاجاریه تا انقلاب 57. تلفن آقای وصال رو من اعلام میکنم. ایشون برای نمیدونم منفعت و پول و اینها این کارو نکرده و تعداد زیادی هم به چاپ رساندن به سفارش یکی از دوستان و نصف منزلشون رو گرفته این کتاب ها. عرض شود که تلفن آقای وصال 714-618-7445 714-618-7445. یک بار دیگه در آخر برنامه هم تلفنشون رو اعلام میکنم. من قویاً توصیه میکنم که این سجل کتاب رو که قیمت خیلی نازلی هم دارن، یعنی اینشون میخواد کتاب منتشر بشه و در دست شما قرار بگیره، جستجوگره عرض کنم که سود و منفعت از این کار نبودن از ابتدای کار، چون من در جریانش بودم. خب اجازه بفرمایید که ما خواهش کنیم سپهر گرامی یک موسیقی پخش کنند، برمیگردیم در باب اهمیت شک صحبت میکنیم. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد خدمت شما هموطنان گرامی، عرض کردم خدمتتون در باب شک و تردید صحبت کنیم. مهمترین چیز شک هست. در واقع همه جوامعی که به جای رسیدن در اون چه میدانستن تردید کردن. ژاپنی‌ها بر این بودن که خاک ژاپن بر اثر ازدواج دو فرشته به نام ایزانامی و ایزاناجی در دروازه بهشت ازدواج کردن، خاک ژاپن تولید شد، آمد بزن ژاپن، بنابراین خاک مقدس و برتر هست، ما باید در راه خاک ژاپن کشته شد. وقتی که موضوع حمله به کشتی های آمریکایی شد و در واقع کاماکازی ها پیدا شدن، اینا یک عرق برنج میخوردن، یک جای خالی بود، اینا سقفی داشت و اینا دروازه مانند و اینا، که شما از اینجا که برید کشته بشید از این دروازه یه راست به بهشت میروید و اینا. و اصولا معتقد بودن ژاپن برترین جای جهان هست. وقتی شکست خوردن به عقل اومدن، یک بیداری تاریخی پیدا شد که آقا این امپراتورم آدم مثل بقیه است، صداش از آسمان نمیاد، این جانشین خدا بر زمین نیست. و از ماجراجویی و تأخیر ملل دیگر و تجاوز به سرزمین‌های دیگر مثل چین و فیلیپین و غیره دست کشیدن و چسبیدن به اقتصاد و علم و یکی از قول‌های اقتصادی جهان امروز ژاپنی‌ها هستند، یکی از سعادتمندترین ملل عالم ژاپنی‌ها هستند، چون شک کردند، تردید کردند. وقتی که عکس جنرال مک‌آرتور با امپراتور ژاپن هیروهیتو منتشر شد، امپراتور کوتاه‌قد کوچولوی شکست خورده رفته سفارت آمریکا کنار یک جنرال قولاسای بلندقد مثل جنرال فیلد مارشال مک‌آرتور ایستاده، ژاپنی‌ها نگاه کردند، بیدار شدند، شک کردند در این داستان‌ها سنتی، شک کردند.
و بقیه جوامع رو که نگاه کنیم از طریق شک در آموزه‌های سنتی و کاربرد خرد به جای رسیدن. ما ماشاءالله مسلمان ها هیچ شکی نداریم در هیچی. تا حالا یک نفر نیومده شک کنه. اون عکس بله عکس جالبی است، بفرمایید. اون امپراتور ژاپنه و وقتی قرار شد این دوتا با هم عکسی بگیرند و اینها، امپراتور گفت به جنرال مکارتور که شما بیا به کاخ ما، گفت نه شما تشریف بیاری سفارت آمریکا. من سند این چیزی که میخوام عرض کنم ندیدم، اما از دوستان، یکی از دوستان فاضل ساکن ژاپن شنیدم که گفتن 2000 نفر شکم هاراکیری کردن، شکم خودشونو پاره کردن در راهی که این امپراتور باعث میمد میرفت به سفارت، به خاطر این تحقیر به امپراتور شکم پاره کردن، شکمهاشونو پاره کرد. غربی ها شک کردن که حالا عرض میکنم خدمتون که از کجا شروع شد، اما ما ماشاءالله در هیچ شک نیم. ما مسلمانایی که صاحب جامعترین و کاملترین ادیان الهی هستیم و همه علوم جهان در این قرآن ما هست، اصلا چیزی لازم نداریم. ما علم و معرفتی لازم نداریم، ما آزادی لازم نداریم، هیچی لازم نداریم، به خاطر اینکه در هیچ چیز ما شک نداریم. ما اصلا شک نمی کنیم. برای چی شک کنیم؟ هر چی در قرآن نوشته رو خدا گفته. یه آدم عاقل پیدا نشده میگه آقا پس اینقدر غلطه، چقدر اشتباه داره. و همچنان به همون راهی می رویم که پدران ما رفتن. شک از دکارت شروع شده، فلسفه نوین از دکارت شروع شده. روزگاری بود است که بهش روزگار اصلاح دین می گفتن و مباحث دینی مطرح شده بود. رنه دکارت رو نشون بدین لطفاً. تصویر دکارت لطفا نشون. بله، دکارت بنیانگذار فلسفه نوین هست و فلسفه رو از سیطره ارسطو دکارت بیرون برده. متاسفانه در سن پختگی و کمال شاهزادی او رو دعوت کرد، شاهزاده خانمی، که بهش درس بده. صبح زود اونم کلاس ساعت 5 صبح 6 صبح شروع میشد. در یک از این کشورهای اروپایی بود، فکر کنم سوئد بود یا یکی از این کشورها، و قصر بزرگ، سرما، بیچاره سینه پهلو کرد و دکاتر بزرگ بر سر همون سینه پهلو جان باخت. باری در اون عصر شک و تردید بود. مسائل دینی مطرح شد و در باب اینا سخن میگفتن و به هیچ وجه نمیشد به نتیجه رسید. دو قضیه مهم مطرح بود، یکی یقین و یکی صدق. یقین در واقع یک امر ذهنی است، اما صدق امر بیرونی است، به جهان مربوط است، به پدیده ها مربوط است که کدام قضیه صادق است، کدام قضیه کاذب است. و ما بایستی برای اینکه به یقین برسیم، ما صدق رو ثابت کنیم که کدام قضیه صادق است. راهی برای این کار نبود. اینایی که با دین مخالف بودن سخنی میگفتن، اونا هم یه چیز میگفتن و هیچ طریقی برای اثبات حقایق نبود که حقیقت چیست و طریق دستیابی به حقیقت کدام است، تا دکارت پیدا شد و آمد و گفت من بایستی در اون چی میبینم و حس میکنم شک بکنم، تردید بکنم و همواره در 24 ساعت فکر کنم یک اجنهی، یک قولی هست در درون من داره وسوسه میکنه، میخواد منو به گمراهی بندازه و من بایستی مبارزه کنم با این. و مطلبی رو که در واقع
میخوام به اثبات برسانم از طریق شک شروع بکنم و تا مطمئن نباشم و همه جهاتش من اون رو نپذیرم. یک توضیحی در باب بیوگرافی خودش داده که بله من در بهترین خانواده متولد شدم، در بهترین دانشگاه درس خوندم، چنین و چنان وارد فلسفه شدم، دیدم که ای بابا هیچ فیلسوفی با فیلسوف دیگه اساساً سنخیتی نداره تفکرش، هر کسی یه چیزی گفته و هر کسی هر کدوم میخوانید گمان میکنید که شما یک قضیه صادقی روبرو هستید و شما رو به یقین دعوت میکنه، در حالی که بعد فیلسوف بعدی رو نگاه میکنی میدید ای بابا درست برعکسش رو گفته، پس حقیقت کدام هست؟ ما چگونه راه بریم؟ وارد دین شدم، میگوید رفتم دیدم دین مطلقاً و ابداً درش حقیقتی نیست، دیدم که دروازه بهشت برای احمق ها همقدر باز است که برای داناترین آدم ها. گفتم این چه چیزی است؟ میگوید باید ما تصور کنیم ما اگر میخواهیم یک سبد اگر پر سیب داریم بدانیم این سیب های گندیده کدامند و سیب های درست کدامند، چاره ای نداریم جز این که همه این سیب رو خالی کنیم، همه این زنبیل رو خالی کنیم، یکی یکی این سیبا رو برداریم نگاه کنیم، بالا پایین بچرخانیم ببینیم، گندیده ها رو بریزیم دور و اون چه مطمئن هستیم که گندیده نیست در زنبیل باقی بگذاریم. این زنبیل، زنبیل کله ماست، پر سیب گندیده است. خودم رو عرض میکنم سیب گندیده وحی، سیب گندیده معجزه، سیب گندیده نبوت، سیب گندیده کتاب آسمانی، سیب گندیده امامت، سیب گندیده بهشت، سیب گندیده جهنم، سیب گندیده چاه دشمنان علی در تهِ در دوزخ، سیب گندیده فشار قبر، اینا همه سیبهای گندیده است. اینها به طریق سنت به ما تحمیل شده، پدران ما، مادران ما به ما تحمیل کردن، به اونها پدران و مادرانشون. و اگر نگاه کنیم میبینیم هرچه عقب میرویم میزان دانایی کمتر بوده، پدران ما بسیار نادان بودن. یک بچه 8 ساله امروزی بیشتر از 7 پشتش معرفت میشناسه، به علوم این جهان واقفه، به حقایق امور جهان واقفتر است یک بچه 10 ساله امروزی از اجدادش، چون هر چقدر میرویم جهالت بیشتر میشه. اینا ما تحمیل شده. حالا طریق رها شدن از این دست این سیب های گندیده این هست که اینا رو بیرون بریزیم، چون هیچ کدوم از اینها قضایای صادق نیستن، اینا قضایای کاذب هستن، دروغین هستن. برای دکارت هیچ امری صادق نبود جز یک مورد و اون ریاضیات، هندسه. وارد شد به ریاضیات، گفت آها اینجا قضایای صادق رو ما در ریاضی میتوانیم پیدا کنیم، در دین نمیتوانیم، در مطالب منقول ما نمیتوانیم چیزی پیدا کنیم که بشود بگوییم که این دارای حقیقتی است انکار ناپذیر و ما نمیتوانیم در باب شک کنیم. و از تشکیک شروع کرد و گفت مگر در هر همه چیز شک کنم، در این شک نمی کنم که دارم شک می کنم، و چون شک می کنم می اندیشم، و چون می اندیشم پس من هستم، حتی اگر افکار من متشتت باشه و این تفکر من پریشیده و پریشان باشه، اما با این همه داره وجود من رو به اثبات می ده. و یک عبارتی گفته است که شاید مشهورترین عبارت به زبان فرانسه باشد، Je pense donc je suis.
یعنی من فکر میکنم پس هستم. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. از اینجا آغاز کرده آقای دکارت. در اون روزگار خدمتتون عرض کنم که علم معنی امروزی نداشت. امروز وقتی میگوییم علم، ما به یک ساختاری اشاره میکنیم که کاملا معلوم هست چی هست و یونیورسال هست. یعنی شما قوانین نیوتن در آمریکا همونطور استفاده میشه که در ژاپن، قوانین اینشتین یا سایر علما و بزرگان که کشفای بزرگ کردن، اینا به هم مربوط هستن، داد و ستد فکری دارن. این عرض میکنم این همه لابراتوار، این همه دانشگاه، این همه مراکز تحقیق، اینها علم امروز در واقع یک بخش بزرگی از زندگی انسان رو اشغال کرده و عمر انسان صرف علوم داره میشه. در اون روزگاه چنین نبود. یه عالم پیدا میشد خودش برای خودش، و چون ارتباطی با دیگری نداشت و علم گسترشی نداشت و هنوز زور دست آخوند بود، این است که این یک تن سعی میکرد که همه مشکلات جهان رو حل کنه، مثل دکارت، مثل لایبنیتز، مثل کانت. اینها رو پلی‌مت میگفتن، یعنی علامه. در همه رشته ها وارد میشدن، ریاضی و نجوم و غیره و اینها، و در این طریق به کشف های بزرگ رسیدن. این داستان شک و تردید در واقع بهش میگوین موتور روشنفکری است، انجین روشنفکری تردید. ما باید تردید کنیم آقا در مطالب. یه آقای آمده میگوید من نماینده امام زمانم، ما میریم دستش میبوسیم. یک ذره تردید کنیم آقا این چی میگه. در باب همین داستانهای اسلام که به ما در واقع تلقین کردن، گفت از پدر و از مادرین بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. می تو خودت که تحقیق نکردی، خودت که نرفتی دنبال قضیه ببینی داستان چی هست. پدر مادر گفتن، تو هم شنیدی، از پدر و از مادرین بشنیده ای، لاجرم به ناچار غافل در او پیچیده ای. در مطلب خود ما که نرفتیم دنبال تحقیق، ما که چیزی انتخاب نکردیم، برای ما انتخاب کرده بودن، به ما تلقین کردن. داستان حقانیت حسین مثلا، آقا هیچ شکی و هیچ تردیدی نیست نداریم که همه کارهایی که حضرت امام حسین علیه السلام کرده درست بوده و برحق بوده. آقا نه، چنین نبوده، خیلی اشتباه کرده ایشون. برای آبیاری اسلام، چه آبیاری اسلام؟ ایشون اصلا حقی نداشت، حقی به خلافت نداشت، چون حق از علی ارث رسید به حسن در امر خلافت. ایشون هم رفت فروخ به معاویه، پولشو گرفت کرد جیبش، و حضرت امام حسین کاری نبود. به چه حقی این بچه های کوچک و صغیر برد به کشتن داد؟ هیچ موقع فکر کردی؟ این جوانای بیچاره، دو تا پسر از علی، عثمان و ابوبکر، اینا رو برد سر بریدن. آقا تو میخوای خودت کودتا کنی، میخوای حکومت بگیری، بچه ها رو برای چی برد به کشتن دادی؟ هیچ یقین این آقا رو نگرفته. خانواده رو چرا بکشتن دادی؟ تو حق نداشتی این بچه رو بکشتن بدی. فریب خورده. از بس حب خلافت و قدرت در وجود این مرد بوده. و سرعموش هم فرستاده اونجا که براش عرض کنم که بیعت بگیرن. مسلم ابن عقیل بیچاره بد عاقبت. اینقدر صبر نکرده که پیغامی آقا بیاد. عجله داشته.
یعنی ما که شک نمی کنیم، همه کاراش برحق بود، آینده هم خبر داشته. میگیم آقا آینده رو خبر داشته پس چرا رفت کشته شد؟ برای آبیاری اسلام. آقا آبیاری اسلام بهتر این می بود که او خلیفه می شد، یه 20 سال 30 سال به مسلمین حکم فرمایی می کرد، اون برای اسلام مهمتر بود و آبیاری می کرد، یا این که بره وسط رو بگن سرش ببرن. یا در مورد فرض بفرمایید حضرت علی، اون که دیگه اصلا نزدیک نمیشه شد. آیا بپرسید از این، آیا آقا در وجود مبارکشون کوچکترین ضعفی، آیا کوچکترین خطا در قضاوت، کوچکترین اشتباه در استراتژی، کوچکترین خطایی در رفتار کردار بوده؟ الله بالله اصلا صحبتش نمیشه کرد. یا رفتار عمر یا ابوبکر، هیچ تردیدی و هیچ شکی ما در باب هیچ نداره. همینطور سرمون انداختیم پایین و راه تاریخ رو داریم ادامه میدیم، همونطور بدبخت و تو سری خورده و استبداد زده و عقب مونده. فقط آدم کشی به ما یاد دادن، آدم کشی رو بلدیم الحمدلله، کفار رو باید بکشیم. چه تعداد آدم های بیگناه به نام کفار به طور روزمره این سنی ها دارن بم میذارن به صورت شیعیان بیچاره، چون شک نمی کنه، آقا فکر نمی کنه که آقا این کاری که من میکنم درست یا غلطه. نه، خون رافضی حالا بدتر هم شده، هرچی پیشتر آمدیم تعصبات بیشتر شده متاسفانه. وهابی ها رو نگاه کنید، اینها دیگه عقب مونده ترین و مضر ترین آدمایی که در شعب اسلام پیدا شد این وهابی ها هستن. همین عرض میکنم که یاران این دولت عربستان سعودی، از اون سید عبدالوهاب گرفتن ابن تیمیه که اسلام به خطا رفته و ما بایستی برگردیم به صدر اسلام، اصلا باید بکشیم. میگه ابن تیمیه، میگه همه آدم هایی که الان اصلا اینا قابل کشتن، باید همه رو به قتل برسون. هیچ ذره المثقالی تردید که آقا این آدم کشی آدم کار درستی نیست، بریم ببینیم دنیا چه خبره. چرا ما قد عقب مونده هستیم؟ چرا در دانش این مایه ما پرتیم؟ هیچ کار نکردیم برای تمدن بشر، هیچ کار نکردیم. آقا نفت میفروشیم از تولیدات مدنی کشورهای صنعتی استفاده میکنیم، پرش میخریم و از این خیابون به اون خیابون نفت میفروشیم، پرش میخریم، هیچ کاری نکردیم. ادعا زیاد داریم اما هیچ کاری انجام ندادیم به جهت اینکه عقل رو تعطیل کردیم. آقا عقل رو تعطیل کردیم. داستان زندگی ما در قرن 21 شده از داستان معاویه و علی ابن ملجم و نمکی شبال لباس سرخ بپوشیم، آش آلو بخوریم، بریم عمر کشان درست کنیم. خجالت آور نیست؟ اجازه بدید که یک موسیقی دیگر بشنویم و برمیگردیم خدمت شما. هموطنان گرامی و بزرگوار، و ما کار نیمه تمام یفرام خان رو در اینجا شاید بتوانیم این مقاله کسروی رو تمام کنیم خدمتتون امروز.
با درود مجدد هموطنان گرامی، تنی چند از هموطنان خواستار این شدن که ما این تلفن رو تکرار کنیم. تلفن دوست ارجمند و فاضل ما آقای وصال، تلفنشون هست 714 618 7445، 714 618 7445. حتما زنگ بزنید و این کتاب رو تهیه کنید. 3 جلد هست، این جلد نخستینشه در دست من. خب عرض کنم که ما برای در واقع قدردانی از زحمات کسانی که در راه آزادی این مملکت کوشیدن، گاه یه گریزی میزنیم به شخصیت ها و یفرم خان یا یفرم خان، مرد که از ورای مرزهای ایران با تعدادی دیگر مبارزان ارمنی آمده بودند، نقش در واقع سازنده‌ای رو در جنبش مشروعیت ایفا کردند. مرحوم کسروی یک مقاله خصوص داده به زندگی یفرم، از ستونهای اصلی مشروطه بوده یفرم. یفرم و سردار اسد و اون دو سید خیلی 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 مهم بودن. عرض کردم تقی‌زاده میگوید ناپلئون بود، آقا ناپلئون بود. خب یک تصویری از یفرم خان ارمنی نشون بدین. بله خب میگوید کسروی میگوید که بسیاری جاها نام برده شده و در تاریخ سال تهران 1324، بله تصویر این سیمای یفرم خان هست، بله این هم در لباس جنگ هست. جنگ بسیار کرد یفرم، چون عرض کنم که محمد علی شاه و دار دستش دستبردار نبودن و مرتب یفرم خان مأموریت میافت که اینجا اونجا جنگ بکنه. و در یکی از جنگ ها جنگ شوریجه هست، تیر میخورد به فکر میکنم روی صورت یفرم خان و کشته میشه، در حالی که با عرابه حمله میکرد به اون دژ. خب میگوید که بمباردمان مجلس شورای ملی از طرف محمد علی میرزا تأثیرات عمیق و جنبش مشروطیت ایران بخشی. ظاهرن مقصود نقشه کشی اجرا شد و ضربت به نتیجه مطلوب رسید، یعنی جنبش انقلابی خاموش و اقتدار مستبدی صاحب وضعیت شد. انجمنها که کانون انقلاب محسوب می شدند بسته شدند. پیشوایان مشروطه خواهان یا دستگیر یا پنهان شدند یا فرار کردند و اغلب از طرفداران مشروطه در وحشت و اضطراب افتاده خودشان را جمع کرده کنار گرفتند. نسیم سنگین و خفه کننده تمام کشور را از طرفی به طرف دیگر فرا گرفت، ولی در زیر پرده این سکوت ظاهری و در تحت هراس خوفناک برای مشروطیت روش جدیدی تولید می شد، یک روش که عملی تر از سابق بود. نقشه های انقلابی کشیده می شد، فعالیت های مخفی تأسیس و برای کارهای آتیه افکار و زمینه می گردید. این فعالیت بیشتر در ولایات و وجود آمد تا پایتخت که ساکت مانده بود. راست می گه تهران شکست خورد و آزادخانه پراکنده شد. یک نکته قابل توجه که باید در نظر داشت این است که جنبش مشروطیت ایران چون انقلاب ملی دیگر، اگرچه در مرکز شروع شد ولی از چشمه های ولایات آب می‌خورد. بیش از همه نمایندگان و پیشوایان ولایات بودند که آتش انقلاب را روشن نگاه می‌داشتند. اینکه عرض کردم این اصلاحات ارضی ریشه دولت رو کند، این بود که دیگه بزرگی نموند در مملکت، کسی نموند جایی که دارای یک شأنی باشه که مردم به حرفش گوش کنن. هیچ کس نموند. آخوند پاچه برمالیده یه راست اومد مملکت ایران با 2500 سال شاهنشاهی ایران در سینی نقره تقدیم به آخوند، کلید شهر، اینم کلید اصله خونه، بزن به سر ملت، مال تو مملکت. به این مفتی هیچ کس داله کشور نگرفته که خمینی
چون نگهدارندگان مملکت بی عرضه ترین آدمای تاریخ ایران بودن. میشه همچین چیزی؟ بی لیاقت ترین بودن. تن کوروش کبیر داره میلرزه، تن شاه عباس کبیر در گور، که چگونه میشه باید کشوری رو بدین سادگی تقدیم یه آخوند بکنی؟ یه آخوند یه آدم حسابی بود، سیاستمدار بزرگی بود، کسی شخصیت ملی بود. کتابش خوندم براتون، تحریر الوسیله. بچه شیرخوار دیدید بردارید بمالید به خودتون دفع شهوت کن. اینم ذهنیتش بوده. این درد ما در واقع دردی است که ناگفتنی. هموطن، هیچ زبانی رو توانایی بیان این درد نیست که کشور ما به چنگال چهار تا روزخان اسیر بشود و این همه جنایات و فساد بشود و همه سکوت کردن. خاک این مملکت رو به توبره کشیدن، چیزی باقی نمونده. از جنگل‌های شمال بگیرید تا بوزهای کوهی، هیچ پدیده‌ای از صدمات این آدمای بی‌عقل طماع جنایتکار در امان نمان. بله، میگوید گرچه تهران ساکت شده بود اما این ولایات بودند که شعله این انقلاب رو فروزان نگه داشتن. اینها بودند که جد و جهد با فزودن قوه مشروطه می نمودند و جدیت نمایانی کردند. پیشوایان و رؤسا و مجاهدین هر یکی تکلیف خود را انجام می داد. بله، بعد می گوید که یعنی نوشته است رستم که اولین پیشوا و مؤسس اون فرقه بود و نفوذ عمیق در فرقه و در محوطه تمام ارامنه داشت، که از طرف رفقای خود واقعا پرستیده می شد، چون تمام عمر خود را جهت پیشرفت مقاصد فرقه صرف کرده بود، عازم ایران شد، در تهران، گیلان، آذربایجان گردش کرد. مقصود او این بود که اولا گفتگویی با مقامات لازمه کند که برای مقاومت و جلوگیری از مستبدین جبهه واحد و مشترک انتخاب شود و ثانیا سرکشی به کمیته های فرقه و داوطلبان آن بکند. در موقع بلوای تبریز او همیشه پهلوی ستارخان بود و چون سردار ملی تجربه اندوزی و ذهن و فکر وسیع و نفوذ و فداکاری رستم را خوب فهمیده بود، بنابراین او را خیلی دوست می داشت و برای هر اقدامی با رستم مشورت می کرد. لقب رستم به دست به یفرمخان ارمنی. یک عده نسبتاً زیادی از داوطلبان ارامنه مسلح شده از قفقاز از سرحد روسیه با زحمات زیاد جان خود را به خطر انداخته وارد تبریز می شدند و به دستور رستم به خطرناکترین نقاط جنگ فرستاده می شدند. جوانهای قهرمان تحصیل کرده، صاحب و زن بچه، صاحب شغل و مقتد تمام، اینها را جا گذاشته به تبریز می آمدند برای شرکت در جنبش آزادی خواهی و برای اون که در تحت اوامر رستم بجنگند و کار کنند. برای اثبات فداکاری ها یه داوطلبان ارامنه که به آذربایجان آمده بودند کافیست اگر ذکر اظهار قدردانی را که ستارخان میکرد خاطر نشان کنیم. ضمن این که من صحبت میکنم سپر جان، عکس این سرداران مشروطه هم میتونی نشون بدیم، به خصوص یفرمخان و دوستانش رو. ستارخان همیشه تمجید میکرد و میگفت اگر 200 نفر از این بله دوستان داشناکسیون می داشتن توپ ها را برداشته تا پتر یا پیتر منظورش بوده یک سره می رفتم. گفتن که پتلپورت، پتروگراد، یک بعد شد لنینگراد. ستارخان بی نهایت اطمینان به رستم و به داوطلبان ارامنه داشت و
با او واضح بود که در هر جنگی که اینها برون همیشه فاتح برمیگردن. این بود که در موقع باریک همیشه رو به رستم کرده میگفت فلان سپاهیان را به فلان محل بفرست. خود رستم همیشه هم شیمیست ماهر بود، یک کارخانه بمب‌سازی در تبریز تأسیس و توسط چندین نفر شب و روز بمب‌های اقسام مختلف می‌ساخت و مستبدین را در خوف و وحشت می‌انداخت. یوفراب خان هم که عضو داشناکسیون بود، نماینده کمیته گیلان، اون فرقه و سرکرده اون صفحات بود. یوفراب در گنجه متوسط شده بود. اینجا این بمب‌سازی رو حیدرمغلو یک کسی که بود میساخت. حالا یوفراب در گنجه متولد شده و خیلی کم تحصیل کرده بود. طبیعت ناراحت و جسیم رو نگذاشته بود که تحصیل خود را به اتمام برساند. با داشتن روح انقلابی از کوچکی میل به عملیات جنگجویی داشت و در 18 سالگی داخل یک دسته انقلابی شد که سرکرده اون کوکونیان محصل دانشکده پترزبرگ بود. این دسته مسلح خیال داخل شدن به ترکیه داشت، ولی در سرحد از طرف قوای روس محاصره و دستگیر و رئیس اون با 25 نفر از رفقای خود به سیبری فرستاده شد. یوفراب رو میگه. اینجا ستارخان است، باقرخان است و سایر مجاهدان تبریز. بله. اینها من سمسام سلطنه رو میبینم. شندن خوانین بختیاری و بزرگان مشروطه هستن. در اون صفحات یخبسته در سر یوفراب تمام زحمت ها اعمال شاقه را می کشید تا بالاخره با 3 نفر رفیق خود تصمیم گرفت که فرار کند و نایل به مقصود خود شدند. ولی ماه های طولانی در راه های خطرناک با رنج و مشقت و زحمات بزرگ تصادف کردند تا بعد از چند ماه وارد ایران شدند و به آذربایجان آمدند. نقاط فعالیت ابتدای یوفراب قرجداغ و خوی و سلماس و تبریز بود. در آن نقاط داوطلب فرقه بود و در همه موقع معلمی هم می کرد. بعد به قزوین حرکت و داخل کار ساختمان شسره رشت و قزوین شد و بالاخره اقامت خود را رشت قرار داد. یک کوره آجرپزی تأسیس کرد و در ضمن به تکالیف اجتماعی خود هم می پرداخت. لازم تذکر نیست که یوفراب در رشت اغلب اوقات خود را به کارهای عمومی صرف می‌کرد و کارهای کمیته را نیز انجام می‌داد. در موقع جنبش مشروطه او هم به جوش آمده داخل عملیات شد، تبلیغ می‌کرد، تشکیلات به وجود می‌آورد. تقاضای فعالیت واقعی و عملی و جدی می‌کرد. یوفراب طرفدار عملیات افلاطی بود و پیشنهاد می‌کرد که تمام وسایل برای سرنگون کردن استبداد غنیمت شمرده شود و با ضربت‌های پی در پی و مستقیم استبداد در اضطراب افتاده بود. نشون بدین چند تا هست. یوفراب از طرف کمیته داشناکسیون نماینده در کمیته ستار بود و این کمیته پیشوای انقلابیون رشت به شمار می رود. جنگ های آذربایجان و مقاومت قهرمانانه تبریز یوفراب را خیلی به جوش می آورد و لاینقطع پیشنهاد می کرد که به یک اقدامی برای کمک به تبریز پرداخته شود. نقشه ها می کشید و فکر ها می کرد و عقیده او در این موقع که تبریز جنگ آزادی یا مرگ میکرد برای تشکیلات و اعضای مشروطه خواهان هیچ کجا ساکت نشستن سزاوار نبود. بنابراین پیشنهاد میکرد که باید اقدام میکرد و نگذاشت که استبداد تمام توجه خود را به یک سو گردانیده و تمام قوه خود را به یک طرف بفرستد و مغلوبش کند. چون همه جا ساکت شده بودن این صحبت سال 1910-1911 است. همون عکس‌ها رو نشون بدین لطفا. بله. فقط تبریز مونده بود. میگوید بعد از سعی و جدیت و حاضر کردن یک عده و بعد از تهیه مقدمات بالاخره موفق به تشکیل یک دسته مجاهد گردید که هرچه کم عده ولی جسور و آماده به فداکاری بودند. این میرزا جهانگیر خان سور اسرافیله، با ده خدا همکاری میکرد و بعد او رو بردن و شکم پاره کردن و سر بریدن.
همه این فداکاری ها رو مستبدین بعد نادیده گرفتن و لگد مال کردن. اون چه ما میکشیم از دست مستبدین بعد مشروطه میکشیم. دوستان فراموش نکنیم، به زرس قاطع خدمتون عرض میکنم به جان همه راستان، این عین الدوله است، این حاکم مرتجع منتخب محمد علی شاه، این هم مظفرالدین شاه، مرد نیک نفسی بود مظفرالدین شاه. دسته کوچکی هم پسران حاجی وکیل، دو برادر میرزا کریم خان و معز سلطان داشتن. اینا مخصوصا به قفقاز رفته، چند نفر گرجی همراه خود به رشت آورده و به خرج خود اونها را نگاه میداشتن. در اوایل فوریه 1909 یک روز حاکم گیلان آقا بالا خان سردار به عادت معمول خود میهمانی تهیه کرده و دوستان خود را به باغ مدیریه دعوت کرده بود. میرزا کریم خان و معز سلطان خودسرانه یک نقشه میکشند و با دسته گرجی های خود حمله به باغ کرده. آقا بالا خان سردار را به قتل و تجمع مردم رو ببینید. به قتل میرسانن. همون که این خبر به شهر رسید فوراً یفرم با دسته خود حمله به اداره حکومتی کرد. برای این سور اسرافیل این اینا نشریات زمان مشروطه است. 50 قریب 98 نشریه نیرومند ما داشتیم، بعدها که زدن و دهان روزنامه‌نگاران رو پرخون کردن و استبداد رو حاکم کردن شد دو تا روزنامه فرمایشی، الحمدلله والمنه. بعد از آن زد و خورد مختصر اداره تصرف کرده، آتش زد. این موقع اون دو برادر با گرجی ها و دسته خود رسید داخل جنگ شدن. در این زد و خورد یک مجاهد ارمنی و یک گرجی کشته شدن. این اولین جنگ یپرم بوده. با تصرف اداره حکومتی شهر رشت تمام تصرف انقلابیون آمد. مشروطه طلبان معز سلطان را حاکم موقتی انتخاب و محافظت شهر را به عهده یپرم و مجاهدان او کردند. اینا نوع قل و زنجیرهایی است که قاجارها به دست و پای مردم می‌زدند. لباس‌های آنچنانی روزگار قاجار. ولی برای اینکه مسئله عمومیت پیدا کند و تمام طبقه ملت شریک کار باشند، یفرم با آگاهی کمیته داشناکسیون مجمع عمومی در مدرسه تشکیل و یک هیئت حربی انتخاب کرد که مسئولیت حفاظت شهر را عهده‌دار شود. وقت ما هم تمام شد. اون رستمی که اشاره کرد که اصلا میباس ابتدا میگفت که منظور حیدر اماغلوس، ولی از همون ابتدا میگوید رستم. خواننده خیال میکند که منظورش یفرمه، چون مقاله راجع به یفرمه. ولی اون کسی که بم میساخت حیدر اماغلو بود. اون کارا رو اونجا یاد گرفته بود در همون عرض کنم که اون سوی مرزهای ایران و این اولین بمب اندازی و اینها توسط همون آقا شد. باری هموطنان گرامی، امیدوارم وقت شما تلف نشده باشد و ما یک بار دیگر تلفن دوست محترم رو اعلام میکنیم. 714-618-7445. با سپاس از سپهر تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.